حفظ وطن، حمایه منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه مقدس هر شهروند است. در ناحیه فرخور ماهیت ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را این جوانان بانگ ناموس درک نموده، صداقت خود را به کنستیتوسیا، پرزیدنت و مقدسات ملی در معرکه دعوت بهاری بار دیگر اثبات نمودند. در این ناحیه آن همین طور روز دعوت شونده در سطح بلند آمادگی ها برگزار گردید. نخست رئیس ناحیه فرخور بخشیده به روز دعوت شونده آغاز دعوت بهاری جوان پسران به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اشتراکچیان چورابینی را تبریک نموده قید نمودند که دستور و هدایت های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ما را وادار می‌سازد که از متانت و مردانگی وطن دوستی و افتخار ملی آن جوانانی که امروزها برای حفظ کشوری عزیزمان ادای خدمت دارند افتخار نموده آن را برای عملهای نیک آینده سرمشق کاری خود نماییم. خوشبختانه صف جوانانی که اختیاراً به خدمت وطن مادر میروند طرف میافزاید. در جمعومت جوانان و مادران برآمد نموده از نوازکران دعوت به عمل آوردند که در برابر شامل شدن به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت مادر وطن را دلگرمانه و صادقانه به جا بیارند. در این چورابینی آن جوانانی که از جانب بخش اگنتی مهنت و شغل اهالی در ناحیه کورسای آموزشی کفشرگری برقی را ختم نمودند در وضعیت ایدانه با آنها شهادتنامه ها سپاریده شدند. در قسمت فرهنگی چورابینی بخشیده به روز دعوت شونده کارمندان بخش فرهنگی ناحیه با برنامه ایدانه کنسرتی نزد نوازکران برآمد نمودند. روز دعوت شونده در ناحیه فرخور با گسل 50 نفر جوان پسران با ریایه انعنه های نیک گذشتگانمان جمع بس گردید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه فرخور برای برنامه اطلاعاتی نوید.